زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز پیام آرامش مسیحیان ایرانی. خداوند رو شکر میکنم به خاطر یک فرصت دیگه که برای من فراهم ساخته تا بتونم از طریق این برنامه تلویزیونی در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که تا این ساعت هر کجای دنیا که تشریف دارید اوقات خوبی داشته بوده اید و از این هم بهتر خواهد شد، برای اینکه می‌پردازیم تا چند لحظه دیگه به کلام خداوند که ربط پیدا می‌کنه به زندگی روزمره ما. طبق معمول با دعای شروع می‌کنیم و بعد می‌پردازیم به کلام. خداوند، تو رو شکر می‌کنم به خاطر این فرصت. از حضورت تمنا می‌کنم ای روح پاک مسیح خداوند، این برنامه رو هدایت بفرما، نام خودت رو جلال بده، اراده خودت رو ای روح مقدس خداوند از زبان من جاری بساز و آرامش به قلب ها بیار با کلامت ای قدوس. تو رو شکر می کنم و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو می طلبم. خب دوستان گرامی، با سپاس مجدد که این برنامه، این ساعت برنامه رو با من میگذرونید. چندی پیش صحبت میکردم در مورد اینکه انسان روی دو چیز در زندگیش کنترل نداره: روز تولدش و روز مرگش. این دوتا تعیین شده از قبل. نحوه رفتن رو، یا بهتره بگم نحوه مردن رو، خدا تعیین نکرده. گوش بدین، نحوه مردن رو خدا تعیین نکرده. حتی گوش بدید، کسانی بودن که سعی کردن روز مرگشون رو سریع‌تر بکنن چون از زندگی سیر شدن، فکر میکنن همه چی به آخر رسیده، دنیا به آخر رسیده و دیگه برای چی زنده بمونن؟ از این گذشته روشون نمیشه دیگه تو مردم سرشون رو بلند بکنن، آبروریزی شده، اتفاقی افتاده. بذارین یه چیزی براتون بگم. از اون آدم بیکار، بیمار، بی قیافه، بی پول، بی خانواده، بدون زوج، بی همه چیز گرفته
تا اون که در بالاترین مقام دنیوی قرار داره، چه از نظر مالی، از نظر قدرت، از نظر ثروت، از نظر هر چیزی. زندگی هر احدی رو گوش بدین. امروز خوره با هاتون کار دارم، خیلی با هم حال میکنیم، گوش بده. زندگی هر احدی رو که زیر میکروسکوپ بذارن یا برای بهتر درک کردن زیر ذره بین بذارن، به طوری که بتونن فرض کنید 24 ساعته به وسیله دوربین های امنیتی یا به وسیله انسان خونش رو کنترل بکنن، ببینن این شخص کی از خواب بیدار میشه، کی میخوابه، کی دستشویی میره، کی غذا میخوره، کی پای تلفن حرف میزنه، کی میره بیرون، کی برمیگرده. سر کارش که میره همه چیز کنترل شده است. تو خیابون همه مواظب بشن. به عبارت دیگه زندگیش میره زیر ذره بین. بهتون اطمینان میدم. نمیخواد به بغل دستت نگاه کنی، به خودت نگاه کن. به تو اطمینان میدم، زندگی تو پر از گناهه. حالا یه چیز میگم خوشت بیاد، زندگی من پر از گناهه در برابر قدوسیت خدا. با یکی از دوستان صحبت میکردم، زن و شوهر هر دو دوستان من هستن، مدت ها بود ندیده بودمشون و یه روز یکیشون با من تماس گرفت، گفت آره همسرم کار بدی بر علیه من کرده، این کار کرده، اون کار کرده، فلان بیستار، هم گفت و گفت دیگه طاقت ندارم، باید طلاق بگیرم. نشستیم با هم دیگه یه روز در یک میتینگ صحبت کردیم، به طرف گفت آره من این اشتباه رو کردم. گفتم خب کردی؟ میدونه که غلط کردی یا اینکه فقط اشتباه رو کردی؟ گفت نه میدونم غلط کردم. گفتم خب به طرف بگو، بهش بگو غلط کردی و دیگه این کارو نمی‌کنی. به همسرش نگاه کرد، گفت غلط کردم و دیگه این کارو نمی‌کنم. طرفم اونجا یه مقدار خوشش اومد که بالاخره همسرش به اشتباهش اعتراف کرده، گفته غلط کرده، جلو کشیش اعتراف کرده، پس دیگه قابل قبوله. یه روز، دو روز، سه روز، کمتر از سه روز گذشت، دوباره خانم با من تماس گرفت. گفت کشیش میدونم اون به گناهش اعتراف کرده، منم بهش گفتم بخشیدمش و بخشیدمش، ولی نمیتونم دیگه باهاش زندگی کنم. این کاری که این کرده من نمیتونم باهاش زندگی بکنم. هدایت شدم بهش بگم، گفتم قبول دارم تو نسبت به شوهرت بدی نکردی و منم نمیام تو رو قضاوت بکنم، ولی فقط تو میدونی توی افکارت چی میگذره و خدا میدونه، نه شوهرت میدونه و نه من میدونم. به خودت نگاه بکن، اگر میتونی در برابر خداوند ادعای بیگناهی بکنی، آره اون وقت میتونی بگی که من قدرت دارم شوهرمو نبخشم برای اینکه من تا این درجه پاک و مقدسم. بهش گفتم خدا هر روزه گناهان تمام انسانها رو میبینه، افکارشون رو میبینه، قلب پاک یا پلیدشون رو میبینه، و بهتون قول میدم اگر من خدا بودم، اگر شما خدا بودی، حتی یک لحظه یکی از انسانهای دیگر رو نمیتونستی تحمل بکنی، برای اینکه محبت الهی
در وجودت نیست. بهش گفتم اون موقعی که شماها در عمق ناراحتی بودین و شوهرت حاضر نمیشد اعتراف بکنه، تو داشتی سعی میکردی زندگیت رو حفظ بکنی. ولی الان که شوهرت بهت اعتراف کرده، جلوی منم اعتراف کرده و ابراز پشیمانی کرده و گفته دیگه این کارو تکرار نمیکنم، به عبارت دیگه توبه کرده، تو نمیخوای ببخشیش؟ میدونی چرا نمیخوای ببخشیش؟ برای اینکه هوس طلاق به سرت زده، فکر میکنی که الان دیگه مردم همه میگن تقصیر شوهره بوده که فلان کس طلاق گرفته و من میتونم برم با هر کسی که بخوام ازدواج بکنم. کور خوندی، بهش گفتم. برای اینکه خدا قلب و نیت تو رو هم داره میبینه. و اگر گمان میکنی از این اعتراف مرد میتونی سوء استفاده بکنی، آره، مطابق با کلام خدا حق داری. اگر شوهرت یا زنت زنا کرده حق طلاق داری. ولی وقتی این مرد اومده جلوی تو زجه زده، جلوی من زجه زده، گریه کرده، طلب بخشش کرده، گفته غلط کردم، به گناهش اعتراف کرده و تضمین کرده دیگه این کارو تکرار نمیکنه، بهش گفتم تو مجبور نیستی ببخشی، ولی خدا میدونه برای چی نمیبخشی. همونطوری که خدا گناهان انسان رو وقتی توبه میکنه میبخشه و مطابق با کتاب مقدس دیگه به یاد نمیاره، تو هم حق نداری اگر میخوای گناهان خودت بخشیده بشه، حق نداری گناهان اون کسی رو که بر علیه تو بدی کرده و اومده طلب بخشش کرده و یا حتی طلب بخشش نکرده، تو به عنوان شخص مسیحی موظفی اونو ببخشی که خدا رو خوشنود بکنی، زندگیت رو به هم نگه داری و به قول معروف یکی از طرف مقابل طلبکار بشی. همه گناه کردن، کلام خدا میگه، و از جلال خدا محروم شدن. همه گناه کردن و هیچ کس در برابر قدوسیت خدا نیست که بتونه در این عالم هستی غیر از عیسی مسیح. هیچ کس نمیتونه ادعای بیگناهی بکنه. عیسی به دنیا آمد، 33 سال بیگناه زندگی کرد، در سن 30 سالگی خدمتش رو شروع کرد، در عرض 3 سال دنیا رو به تصرف محبت خودش در آورد و بعد به خاطر گناهان بشر در سن 33 سالگی روی صلیب رفت، که دیگه من و تو مجبور نباشیم مجازات گناهان خودمون رو پرداخت کنیم، چون عیسی مسیح با خون خودش پرداخت کرد. حالا خیلی ها میرن کلیسا، خیلی ها میرن کلیسا، خیلی ها به گناهانشون اعتراف میکنن، کشیش هم بهشون میگه مطابق با این آیه گناهانت بخشیده شده، برو دیگه گناه نکن. ولی طرف میاد بیرون هنوز نگرانه، هنوز وسواس داره، هنوز دلشوره داره که ای داد بیداد، حالا چیکار کنم؟ این کار کردم، آره خدا منو بخشیده، ولی مثلا فلان شخص چیه؟ وقتی بفهمه چیکار میکنه، چنیدی تا حالا میگن خدا بخشید ولی کت خدا هنوز نبخشیده؟ جریان توه، خدا تو رو بخشیده ولی خودت نمیتونی خودت رو ببخشی، به خاطر اینکه آدم بدبینی هستی، به خدا هم بدبینی، باور نمیکنی خدا بخشیدتت. و البته اینو براتون بگم، اگر خطایی کردید، خطای بزرگی کردید، باید تقاص پس بدی، به خصوص اگر بر علیه یک نفر دیگه خطا کردی.
باید تماس پس بدیم. تفاوت در اینجاست، کسی که اعتراف میکنه دیگه اون خطا بر علیهش به کار نمیتونه بره و خداوند کمکش میکنه که از اون مرحله‌ای که باید تقاص پس بده، مجازات و غیره، به راحتی عبور بکنه. در خیلی موارد هیچ اتفاقی براش نمیفته و اگرم کار خیلی عجیبی کرده باشه، آدم کشته باشه، ممکنه به زندانم بره، خدا کمکش میکنه از اون موقعیت با سرعت عبور بکنه. مسئله اصلی اینه که اول به گناهت اعتراف بکنی و بعد اگر بر علیه کسی دیگه خطا کردی، باید، چاره دیگه ای نیست، باید بری و همه چیز رو اعتراف بکنی و بعد طلب بخشش بکنی. انتظارم نداشته باش طرف ببخشتش. ممکن مثل همین خانومی که الان عرض کردم، ممکن اونقدر ناراحت شده باشه یا برعکس بخواد از اون اعتراف به نفع خودش استفاده بکنه و یه کارهای دیگه بکنه که طرف رو بدنام بکنه، طلاق بی، وظیفت رو انجام بده. تو باید به گناهت اعتراف بکنی، چه بر علیه انسان چه بر علیه خدا. حالا اول برنامه گفتم دو چیز هست، فقط دو چیز هست، شما روش کنترل نداری: روز به دنیا آمدن و روز مرگت. گوش بدید، روز به دنیا آمدن و روز مرگت شما کنترل نداری روش، ولی خدا میدونسته چه روزی به دنیا میای، خدا میدونسته زندگیت به چه صورت پیش خواهد رفت، خدا میدونسته چه روزی میمیری، حالا به مرگ طبیعی، به ضرب چاقو، با سانحه هوایی، سانحه دریایی، به وسیله تصادف ماشین، بیماری. خدا میدونسته در فلان روز در تاریخ شما از دنیا خواهی رفت. خدا میدونسته چه کسی باعث میشه شما از دنیا بری یا خودت به مرگ طبیعی میمیری. الان براتون از رو کلام خدا میخونم. خدا از قبل تعیین نکرده، گوش بده، گوش بدین، خدا از قبل تعیین نکرده که تو در فلان روز از زندگیت به وسیله ضربات چاقوی فلان شخص کشته بشی. خدا این کار رو مقرر نکرده. خوب گوش بدین، بذارین عمق کلام دیگه از شیرخوری باید در بیاین، گوشت دریافت بکنید. روز تولد شما تعیین شده، روز رفتن شما مشخصه، ولی صرفاً به خاطر اینکه خدا از روز رفتن انسان باخبره یا میدونه اون شخص به وسیله چه کسی یا کسانی کشته خواهد شد یا در نتیجه بیماری کشته خواهد شد یا در نتیجه هر چیز، به این معنی نیست، گوش بده، به این معنی نیست که خدا اون قاتل رو میفرسته که تو رو در اون روز بکشه، بلکه به این معنیه که خدا میدونسته تو چه زندگی خواهی داشت، چطور پیش خواهد رفت، چه کسانی موافق یا مخالفت خواهند شد، میدونسته در چه تاریخی از زندگی چه کسی از یه جایی که اصلا تو انتظارشو نداشتی یه مرتبه ظاهر میشه، از خونش میاد، از سر کارش، از هر چیزی، و تو رو میکشه. مثلا میگم یا رفتی یه عمل ساده جراحی بکنی، زیر عمل میمیری. خدا میدونسته، خدا میدونسته که تو در اون روز خواهی مرد.
ولی بهت از قبل اطلاع نمیده. میدونی چرا؟ چون میخواد همه توبه بکنن و نجات پیدا بکنن. داستانی است در کتاب مقدس که الان براتون میخونم. قبلا دو سه بار بهش اشاره سرسری کردم، ولی کمتر به عمقش رفتم و باهاتون در میون گذاشتم. و امثال این خیلی زیاد هستن در کتاب مقدس که چطور خداوند حتی کسی که مرده بود دوباره رفته زندش کرده. کم نیستن اینا. بعضی ها رو بدون اینکه بمیرن از کره زمین برداشت برد بالا، مثل خنوخ، مثل ایلیا. بعضی ها بدون اینکه شریعتی داشته باشن، بدون اینکه خدا بهشون ظاهر شده باشه، خدا رو دوست داشتن و درست زندگی می کردن، مثل انوش، مثل ابراهیم. اشکال انسان اینه که سعی میکنه کلام خدا رو یه جورایی برای خودش تعبیر و برای دیگران تفسیر بکنه، بدون اینکه بدون اصلا منظور خدا چیه یا به وسیله کدوم آیه میتونه پشتیبانی بکنه. خدا از زمان آدم و حوا میدونست، در واقع از قبل از آفرینش جهان میدونست، ولی در زمان آدم و حوا اینها رو گفت. وقتی آدم و حوا گناه کردن، فریب شیطان رو خوردن، به شیطان گفت از نسل زن سر تو رو میکوبونم. در کلامش نوشته همونطور که گناه به وسیله یک انسان به این جهان اومد، به وسیله یک انسان دیگه از میون برداشته میشه. به وسیله آدم گناه به این جهان اومد، به وسیله عیسی از جهان برداشته شد. اگر کسی به خون عیسی ایمان نیاره، هنوز دنبال روح آدمه و 100% در گناه داره زندگی میکنه، گناهی که بخشیده نشده. ولی میبینیم در طول تاریخ آدمهای بسیار خوب که سعی کردن زندگی پاک و مقدسی داشته باشن، بی دیگران آسیب نرسونن و غیره، مردن یا کشته شدن. ببینید موقعی که خدا آسمون و زمین رو آفرید، در کلامش نوشته اسم ما رو میدونسته. خدا اسم من و تو رو میدونسته. قبل از اینکه به دنیا بیایم، که چه عرض کنم، قبل از آفرینش جهان، قبل از اینکه نطفه‌مون در رحم مادر بسته بشه، خدا میدونسته چه روزی ما به دنیا میایم، زندگیمون به چه صورت پیش میره و چه روزی میمیریم. ولی اینجا اجازه ندید دشمن حواستون رو پرت بکنه یا خرابکاری به وجود بیاره. گوش بدین، خدا تعیین نکرده بود، گوش بدید خیلی مهمه، خدا تعیین نکرده بود که آره فلان روز فلان شخص به دنیا میاد، زندگیش این روز این طور میشه، به فلان صورت من مقرر کردم که هر روز صبح ساعت 6 بلند بشه بره سر کار، ساعت 12 نهار بخوره، نمیدونم فلان میتینگ ها رو داشت. نه عزیزم، این دروغا رو قبول نکن. اون کسانی که میگن سرنوشتت همین بوده، بپذیر، قبول نکن. خدا میدونسته چطور زندگی میکنی، ولی خدا زندگی تو رو با ریموت کنترل تعیین نکرده، به وسیله کامپیوتر ننوشته تو فلان روز باید اینقدر برید ورزش بکنی، فلان روز اینقدر غذا بخوری. نه، تمام اینها زندگی تو دست خودته و تو تصمیم میگیری کی از خواب بیدار شی، کی بری سر کار، کی غذا بخوری، کی کار بکنی، کی پای تلفن باشی، کی دزدی بکنی، کی دروغ بگی، که یه نفر رو بدنام بکنی، که یه نفر رو ببخشی. خدا تمام اینها رو میدونسته، ولی تو انجام دادی، تو کردی عزیزم.
خدا میدونسته بعد از تمام این فعل و انفعالات در فلان تاریخ از زندگیت یا تاریخ هستی این شخص، فرض کنید برای مثال هایک هوفسپیان، یکی از کشیشان بسیار معروف قدیمی و بزرگ ایران که کشتنش در ایران، خدا میدونست هایک چجوری زندگی میکنه، چجوری وقتی بچه بود به عنوان شاگرد کفاش میره کار میکنه، زحمت میکشه، کم کم میاد بالا، چه کارهایی میکنه، تا بالاخره بعد از سالها ایمان، خدمت و فعالیت بالاخره به مقام کشیشی میرسه. چقدر زحمت کشید در ایران، چقدر خدمت کرد به مردم ایران، به کلیساها، به اونایی که در دهاتها حتی مدرسه نداشتن، دسترسی به کلام نداشتن. نهایتاً چند نفر اوباش جمهوری اسلامی اومدن این برادر رو گرفتن، انداختنش تو ماشین، بردنش یه جای خدا میدونه، کشتنش به ضربات چاقو. آیا خدا نمیدونست که کشیش هایک در فلان روز به وسیله این افراد کشته میشه؟ چرا؟ خدا میدونست. ولی قبل از آفرینش جهان همچنین خدا میدونست چه روزی هایک به دنیا میاد، چه خدماتی میکنه و چه روزی کشته میشه. روز کشته شدنشو میدونست، جلوی کشته شدنشو نگرفت، وقت رفتنش رسیده بوده. گوش بده. اگه حالا جالب اینجاست، کلام خدا میگه آنچه که شیطان برای نابودی استفاده میکنه و سعی میکنه پیش ببره، به خیال شیطان فکر کرد اگر عیسی مسیح رو بکشه دیگه ختم مسیحیت، فکر کرد اگر کشیش هایک هوفسپیان رو بکشه مسیحیت دیگه تموم میشه در ایران، اسلام همچنان این پایه و اساس شیطان روی کره زمین با قدرت پیش میره. آیا خدا نمیتونست جلوی کشته شدن هایکو بگیره؟ گوش بدین. چرا میتونست؟ هایکو میتونست زنده نگه داره؟ یا نه، بهش بگه مثلا من 20 سال به سالهای زندگیت اضافه کردم، برو همچنین خدمت بکن و به زبان مثلا ارمنی، فارسی، به زبانهای مختلف انجیل رو بنویس، ترجمه بکن، بین اون پخش بکن، کلیس، همه این کارها رو میکرد و بعد از مثلا روز مرگش میمرد، مثل میلیون ها نفر دیگه که کارهای خوب کردن و مردن، اصلا مردم یادشون میره. ولی اون چه که شیطان توسط خمینی و جمهوری اسلامی بر علیه هایک کرد و گمان میکردن با این کارشون دیگه مسیحیت در ایران از بین میره و کسی جرأت نمیکنه راجع به عیسی مسیح صحبت بکنه، در کلیساها بسته میشه و غیره، فکر کردن یواشکی میبرن این مرد رو میکشن و تموم میشه. خدا اجازه این کار رو داده بود. چرا؟ برای اینکه میدونست در نتیجه کشته شدن هایک عده بسیار زیادی، میلیون ها نفر نجات پیدا میکنن و مسیحی میشن، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. مرگ هایک بیشتر مسیحی تولید کرد تا زندگی هایک. شیطان فکر کرد تا
متر، الان هایکو میکشم در کلیساهای ایران میبرم تموم میشه. اکثر کلیساهای ایران رو بستن، ولی خونه های مردم در سر تا سر ایران شده کلیسا. در افغانستان مردم تو خونه هاشون کلیسا دارن و برنامه های منو میبینن. حالا اون طالبان آخونده و نمیدونم ملاهای اونجا دلشون خوشه که آره هر دست هر کی انجیل میبینن مثلا چشمشو از حدقه در بیارن، دستشو قطع بکنن، جلوی پیشرفت مسیح رو نمیتونن بگیرن. فقط نشون میدن خودشون چقدر پست فطرت، جنایتکار، غارتکار، زناکار و قاتلن. همین. گوش بدین، مرگ و حیات در دستان خداوند است و خدا این قدرت رو در زبان شما قرار داده که زندگی خودت رو، زندگی اطرافیانت رو با قدرت زبان بسازی یا نابود بکنی. اما خدا قصدش نابود کردن انسان نیست، از بین بردن انسان نیست، خجل و رسوا کردن انسان نیست. اینها کارهای شیطانه و شما تصمیم میگیری چقدر به شیطان در زندگیت اجازه پیشروی بدی. گوش بده، اینه که الان از روی کتاب مقدس برات میخونم، خیلی جالبه. بعد از اینکه کمی آب نوشیدم، پادشاهی در اسرائیل زندگی میکرده در زمانهای بسیار قدیم بعد از داوود، نه اونقدر قدیم هم نیست. پادشاهی دعاگو، خداشناس، و درست زندگی میکرده. ولی این پادشاه بیمار میشه، اسمش حزقیال بوده. حزقیال بیمار میشه و خدا اشعیای نبی رو میفرسته که به حزقیال بگه دوره پادشاهیت داره تموم میشه. حزقیال از کجا میدونسته؟ خدا بهش الهام کرد. خدا از کجا میدونسته؟ خداست. از روز مرگ و تولد انسان فقط خدا خبر داره. البته تولدی که اینقدر دیگه علم پیشرفت کرده، خدا رو شکر که الان دیگه پزشکان میتونن بگن اون خانومی که حامل است در چه روزی، چه ساعتی، چه دقیقه‌ای بچهش به دنیا میاد. ولی حتی اونی که بیماری خطرناکی داره، دکترها نمیگن، نمیتونن بگن دقیقاً چه روزی میمیره. و حتی اونایی که قرار بمیرن با معجزه خدا نجات پیدا میکنن، چون خدا میتونه، خداست. در کلامش گفته من قادر مطلقم، به هر کس بخوام میبخشم، از هر کس بخوام میگیرم. خدا ما اینیم، برای اینکه خدا قلب انسان رو میدونه. گوش بده، اشعیا میاد پیش حزقیا و بهش میگه که کاراتو رو راست بکن، رو برا بکن، مرگت نزدیک، داری میمیری. خدا فرستادش، خدا به اشعیا گفت برو به حزقیا بگو آماده شو، حالا وصیت میخوای بنویسی، نمیدونم همون بری غسل بکنی، البته اونا که این کارا رو نمیکردن، هر کاری میخوای بکنی بکن، روز رفتنت نزدیک شده. خدا از کجا میدونست؟ کدوم آیه گفته که خدا میدونه ما چه روزی میریم؟ این یکیش. به موسی گفت کی داره میره،
روز مرگ عیسی رو میدونست، که از هزاران سال قبل روز مرگش رو نبوت کرده بود. از هزاران سال قبل میدونست یهودای اسخریوطی عیسی رو لو میده به 30 سکه، به 30 پاره نقره، و بعد میره خودکشی میکنه. خدا میدونست این اتفاق میفته؟ آها، ببین خدا رو با من و خودت مقایسه نکن. خدا میدونه. گوش بده. در آن روزها حزقیا تا سرحد مرگ بیمار شد. خدا میدونه چه بیماری داشت. یکی از بیماریاش ظاهرن یه دوملی داشت که خیلی اذیتش میکرد. حالا قده سرطان، اون موقع قده ها رو میگفتن دومل. حالا قده درونی باشه یا بیرونی، یا درون و بیرون فرق نمیکرد، میگفتن دومل. ظاهرن سرطان داشت یا هر چیز دیگه، اینجا ننوشت سرطان. در آن روزها حزقیا تا سرحد مرگ بیمار شد. اشعیای نبی پسر آموس نزد او رفت و گفت: خداوند می فرماید کارهایت را سر و سامان بده، زیرا تو خواهی مرد و بهبود نخواهی یافت. خدا از طریق اشعیا به پادشاه میگه پاشو کاراتو راست داریش کن، داری میمیری. حالا فرض کنین مثلا به مسائل امروز بخوایم ربط بدیم، یه نفر مریضه و به کشیش، به ربای، به آخوند، به دکتر، به کاهن، به هر کسی که بهش اعتقاد داره، میگه بیاین برای من دعا کنین، یا بیاین عمل جراحی یک کاری کنین من زنده بمونم. و این افراد اگر از جانب خدا باشن، بهشون الهام میشه، میدونن که این شخص میمیره، دعایی نمیتونه نجاتش بده چون وقت رفتنش رسیده. گوش بده. خدا به کسی سرطان نمیده، شیطانه که سرطان رو به وجود میاره. سرطان یک روحه که در جسم ایجاد خرابکاری میکنه، فعل و انفعالاتی به وجود میاره که سرطان به وجود بیاد، ولی در اصل روحه. سرطان یک اسمه که در کتاب مکاشفه خود خداوند فرمود تمام نام ها در مقابل نام مسیح به زانو در میان، از جمله نام سرطان، نام افسردگی، نام بیکاری، نام بیماری، نام طلاق. Definitely 100% طلاق یک روح پلیده. یه کارش اینه که بیاد بین زن و شوهر اختلاف بندازه، یکیشون رو وسوسه بکنه یا دوتایشون رو وسوسه بکنه که برن حالا زنا بکنن، اون یکی هم دنبال بهانه میگشت طلاق بگیره و غیره. به هر حال سعی میکنه، ارواح پلید سعی میکنه اینا رو به وجود بیارن و باعث طلاق بشن یا باعث کشته شدن بشن. آیا خدا نمیدونه؟ چرا؟ آیا شیطان رفت وادار کرد که طرف سرطان بگیره؟ نه. سال 2012 اتفاقی برای من افتاد. باید میرفتم استرالیا و یک مرتبه از یک ماه قبلش احساس کردم به سرعت وزنم داره کم میشه. هیچ دردی هم نداشتم. و یک قده‌هایی در گردنم به وجود اومده بود
که نرم بودن، اینجوری میتونستم فشارشون بدم، تو میرفت دوباره بیرون میمد. ولی وقت نداشتم برم دکتر، بعد میرفتم استرالیا. somehow به دلایل، به هر دلیلی بود، نگران نبودم. ولی در استرالیا موقعیت یه خورده ناجورتر شد. این دیگه رگای گلو و گردنم زده بود بیرون، انقدر وزن کم کرده بودم. خدا رو شکر نمیدونستم جریان چیه. و این قده جاشو تغییر میداد. گاهی اوقات این ور گردن بود، گاهی اوقات این ور بود، گاهی اوقات وسط بود، عقب، گاهی اوقات زیر، جاهای مختلف. رفتم، قرار بود یک زوج بسیار نازنین رو عقد بکنم، مراسم ازدواجشون رو انجام بدم. و بعد اگر درست خاطرم باشه یک هفته یا ده روزم اونجا موندم. خیلی هم خوش گذشت، بسیار زیباست. اونایی که نرفتین توصیه میکنم حتما یه سری بزنین. یعنی کشور بسیار پهناور با جمعیت فوق‌العاده کم و آرامش خیلی زیاد. نمیگم اونجا مردم مشکل ندارن، آرامش، وقتی میگم آرامش خیلی زیاد، در مقابل با کشورهای دیگه، در مقابل با آمریکا یا انگلیس یا ایران یا جاهای دیگه، آرامش اونجا بیشتره. من میتونم مقایسش بکنم، برای مثال استرالیای امروز رو من میتونم از نظر آرامش مقایسه بکنم با با آمریکای 40 50 سال پیش. هنوز اون پلیدی هایی که در آمریکا با سرعت پیشرفت کرده، در کشورهای مثل استرالیا، نیوزیلند یا حتی بعضی از کشورهای اروپایی مردم هنوز به اون صورت نمیشناسن. هنوز خیلی ساده تر زندگی میکنن، خیلی با محبت ترن. برها دوست داشتم ببینم استرالیا، رفتم دیدم. برای کار هم رفتم، هم فعال بود به قول بعضی ها، هم تماشا. به امید خدا یه روز نیوزیلند هم دوست دارم ببینم، نروژ یا بلژیک رو خیلی دوست دارم ببینم. کشورهای دیگه اروپا بودم، همشون قشنگن خدا رو شکر. آلمان، اتریش، دانمارک، سوئد، بی نهایت زیبان. وقتی از استرالیا برگشتم، شروع کردم یه مقدار به خودم رسیدن و کم کم احساس کردم موقعیت داره بهتر میشه. این وزنم که کم شده بود یه مقدار اضافه میشد، گهگاه دوباره کم میشد. جالب اینجاست که خدا رو شکر به فکرم نیفتاد برم دکتر آزمو، اصلا به فکرم نرسید. حالا خیلی بعضی ها اگر یه قده تو گردنشون باشه یا زیر بغلشون یا این قده این ور اون ور میره، خیلی ها بلا فاصله میرن دکتر، عکس برداری و ببریمش، اینجا رو در بیاریم فلان. اصلا به فکرم نرسید. به قول معروف اینقدر سرم شلوغ بود، فکر میکردم وقت مردن ندارم، وقت مریض شدن ندارم. بعدها که واقعا ببینید، من هیچ کاری نکردم که اون قده از بین بره غیر از دعا. نمیدونستم هم چیه، حالا نمیدونستم. بعدها که با دوستی که دکتر هست صحبت کردم، گفت چیزایی که تو داری میگی شروع یک سرطان بسیار خطرناکه و غیر قابل علاج. اوکی، بریم الان آزمایش بکنیم، بریم آزمایش بکنیم. ولی ظاهرا چند سال از این مسئله گذشته و تو راحت شدی از دستش.
خیلی مواقع بدون اینکه ما حتی بدونیم. ارواحی که سعی میکنن سنگ جلو پای ما بندازن، مشکل در زندگیمون بندازن که قبل از آفرینش جهان خدا میدونسته. من رو هم یک روز رو بودن که بکشن، همونطوری که هایکوف سپیان رو کشتن. بارهام تعریف کردم، 3 نفر اومدن منو به زور سوار، به زور نه معذرت میخوام، تو سوار ماشین شدیم، ولی بعد فهمیدم که جریان چیه. ما رو بردن به جایی که تازه فهمیدم ای داد بیداد چه اتفاقی داره میفت. با چاقو و دشت، آدمای خوبی نبودن. اون یکی راجب دل و جگر من صحبت میگه، اون یکی خرخرش مال منه، اون یکی قلوش مال منه. اجزای بدن رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. وقت رفتنم نرسیده بود، ترسیده بودم و معمولا انسان اینجور مواقع سعی میکنه التماس بکنه او تو رو خدا نف... نه من منجمد شده بودم، نه آدمی هستم که در اینجور مواقع التماس بکنم. حتی اون موقع که تازه ایمان بودم نه آدمی هستم که بخوام بر علیه اراده خدا بجنگم، ولی مرد دعا هستم. در اون لحظه حتی من دعا نمیتونستم بکنم، انگار زبونم بند اومده بود، اما در تمام اعماق وجودم، اون ته دلم داشتم خدا رو صدا میکردم. و یک مرتبه 3 فرشته بزرگ، خیلی بلند قد بودن، شاید 5 یا 6 متر قدشون بود، قوی هیکل، رداهای بلند، در کنار من. 3 تایشون سمت چپ من ایستادن، من در کنارشون سمت راست بودم. این انگشت من ردای فرشته‌ای که به من نزدیکتر بود رو لمس کرد، دستم خورد به لباسش، رداش. 3 فرشته غول پیکر. یه مرتبه اونچنون آرامشی در من به وجود اومد که نمیدونستم چرا دیگه من نمیترسم، ولی راحت وایسادم اونجا. طوری آرامش داشتم که اگر این افراد منو قیمه قیمه می کردن من دردی رو احساس نمی کردم. فرشته ها در کنار منن، ولی نمی دونستم این فرشته ها چجوری می خوان کمک بکنن، چون ظاهرن این 3 نفر فرشته ها رو ندیدن و اونا دارن هنوز راجب دل و قلوه من صحبت می کنن. یک مرتبه این 3 نفر تصمیمشون عوض میشه، منو بر می گردونن به ماشینشون، میبرن اونجایی که اوریجینالی میخواستم برم. نرسیده به اونجا توی یه خیابون نگه میدارن، میرن اون بر خیابون به یک مغازه کوچیک شبیه سبزی فروشی حمله میکنن و 5-6 نفر اونجا چاقو میزنن. تازه من به خودم اومدم، از ماشین پیاده شدم، شروع کردم فرار کردن یا دویدن. بله، شیطان بارها سعی کرد منو بکشه، بارها سعی کرد هایکوف سپیان رو بکشه، بارها سعی کرد مسیح رو بکشه. میخواستن سنگسارش بکنن، میخواستن نمیدونم سرش رو از گردنش جدا بکنن، از کوه پرتش بکنن پایین. وقتش نرسیده بود.
یادم میاد یه بار بچه بودم توی استخر، شنا زیاد هیچ وقت خوب بلد نبود. چرا شنا میکنم ولی مثلا از اونایی نیستم که استخر 100 متری رو برم و برگردم. و بچه بودم، شاید 6 7 سالم بود، توی استخر داشتم بازی میکردم، یه مرتبه احساس کردم زیر پام خالی شده، ندونسته متوجه نبودم، بچه بودم، رفتم اون قسمتی که بعضی از استخرها اگه متوجه شده باشین کم کم شیب پیدا میکنه، بعد اون قسمت که مال بزرگسالاست یه مرتبه میره پایین و عمقش خیلی بیشتر میشه. به هر صورتی بود من به اون قسمت عمیقش رفتم و دست و پا میزدم، هر کاری کردم، حتی به کف استخر رسیدم، سعی کردم خودم رو هل بدم بالا، هر کاری میکردم، هی ملق میزدم داخل آب و احساس کردم در سن 6-7 سالگی فکر کردم دارم میمیرم. یک مرتبه به طور خارق‌العاده‌ای درست در لحظه‌ای که نزدیک بود بگم اوکی دیگه مردم، تموم شد، ترسیده بودم و داشتم میمردم، یه مرتبه نمیدونم چطور از آب اومدم بالا، راحت سرم اومد بیرون آب، شروع کردم نفس کشیدن. اون پایین دیگه من دست و پا زدن رو قطع کردم دیگه، گفتم تموم شد، داشتم اینطوری ول میشدم، ولی فرشته خدا، فرشته نگهبان من، من رو آورد بالا. یه بار وقتی بازم بچه بودم، در طرفای رفته بودم با برادرام و خانواده، رفته بودیم به یکی از شهرهای شمالی، فکر میکنم نوشهر بود یا بهشهر بود، اون طرف ها زیاد میرفتیم و اونجا هم رفتیم یه جای توی آب نزدیک رودخونه به شنا کردن، غافل از این که نزدیک رودخونه معمولا آب بسیار، آب دریا بسیار عمیقه. و برادرم داشت با یکی دو نفر دیگه به فاصله 20 متری من بازی میکردن، شنا میکردن، منم اونجا داشتم شنا میکردم، برای خودم آب بازی میکردم، حال میکردم. یه مرتبه احساس کردم دارم میرم پایین، هی داد زدم برادرم رو صدا کردم. اون فکر کرد مثلا من میگم تو بیا اینجا منم بازی بدین، با منم بازی کنین، گفت بابا الان میام. باشه، دیگه وقتی دفعه سوم صداش کردم آب تو دهنم پر شده بود، داشتم میرفتم پایین، تازه برادرم متوجه، ای بابا این واقعا داره غرق میشه، به سرعت خودش رو رسوند به من و منو گذاشت روی، هنوز روی دوشش نذاشته بود، منو گرفت سرم از آب آورد بیرون، یه خورده رفتیم جلو. بعد برادرم یکمی شوخ‌طبع بود، همیشه هست بود و هست، الان هم آلمان زندگی میکنه، یه مرتبه دیدم که گفتش که اوکی من الان میخوام بذارم خودت دیگه بقیه رو، گفتم نه 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 من پایین نذار غرق میشم، هر روز اینجا گوده، گفت نه حالا نگو. این برادر من روز زانوهاش داشته زیر آب را میرفته ولی منو داره زیر کمرش حمل میکنه که مثلا منو بترسونه، خودش خوره بخنده، گفت نه دیگه الان ولت میکنم خودت شنا کن. منو ول کرد، دیدم ای بابا پام خورد به زمین توی آب. یک بار در استخر تنهایی شنا میکردم، این بار با برادرم که در نزدیکی بود در نوشهر یا بهشهر، یکی از شهرهای شمالی ایران. یک بار دیگه منو ربودن که بکشن، یک بار به قول دوستم سرطان خطرناک، و یک بار همین اواخر سال 2015، اونایی که برنامه های من از قبل میدیدین، انواع و اقسام اخبار بد پزشکی به من دادن به حدی که من فکر کردم تمومه. یکی از دکترام اصلا نمیذاشت من از دفترش بیاد، بگو گفت بیماری خون داری، کلیات داره از کار میفته یا از کار افتاده، جگرت اینجوریه فلان و بیسار، مرض قند هم داری، همین الان باید مرض قند از نوع بالا.
باید همین الان این قرصا رو بخوری تا بذارم از اینجا بری بیرون. به این قرصا نگاه کنم. من مرض قند ندارم. هی بابا آزمایش، من آزمایش کردم اینجا، من میدونم نخوردم. نه از روی لجبازی، نه اینکه بخوام بگم من اینقدر ایمان دارم که نخوردم، نه. احتمالا اگر میرسم جریان چیه، عمقش رو میدونستم، میگفتم بقیه بطری رو بده من. ولی آرامش خدا رو داشتم. بدنم ورم کرده بود خیلی بد. اونایی که تو تلویزیون برنامه های منو میبینن احتمالا یادشون هست. و خود من یه مقدار بعد از اینکه از مطب دکتر اومدم بیرون و به حرفاش فکر کردم، نتیجه آزمایش ها رو دیدم که ای بابا اوضاع خیلی قمر در عقربه. اولین کاری که به نظرم رسید بکنم اینه که به هیچ احدی نگم. ای بابا معمولا آدم وقتی یه چنین اتفاقی میفته بخواد به همه بگه که اونام در جریان باشن، نزدیک باشن، کمک کنن. نه، برای اینکه با حرفاشون میتونستن منو بکشن. کلام خدا میگه مرگ و حیات در قدرت زبان است. یه نمونه رو براتون میگم. یکی از دوستان ایماندار و مورد اعتماد من که فکر آدمی نیست که بخواد پشت سر من حرف بزنه، آدمی نیست که بخواد بدگویی بکنه، غیبت بکنه، دوست منه. یه روز با هم دیگه صحبت میکردیم، حالت چطور، خوبم، تو چطوری، همینطوری صحبت معمولی میکردیم. گفتم آره اتفاقا یه چیزایی دکترم بهم گفته که زیاد خوشایند نیست، ولی خب به تو میگم، خواهش میکنم به کسی نگو، چون میدونه من در این مورد چقدر قوی فکر میکنم. گفتم آره دکترم گفته کلیه ها داره از بین میره، حالا یه خوره باید دوا بخورم، رژیم عوض بکنم و فلان، ولی خب یه وقت مشغول دعا میشی برام دعا بکن. خیلی ناراحت شد، همونجا با هم دعا کردیم و تموم شد. روز یک شنبه قبل از شروع جلسه کلیسا در جلسه دعا بود با چند نفر دیگه. گفت خواهش میکنم بیاین برای کشیش حمید دعا بکنیم. دکتر گفته کلیهش یه مقدار اشکال داره، باید دوا بخوره و این چیزا. بقیه با کشیش بیا با قدرت بیاین همه الان دعا کنیم. یکی از اعضای دعا توی کلیسا ناخواسته، نه بخواد اینکه بره مثلا راز منو به کسی بگه، نه، تو کلیسا بغل دستش یه نفر نشسته بود، چه خبره، حالت چطور، فلان، شنیدی کشیش حمید کلیه هاش از کار افتاده؟ اون یکی عضوه که ای نه. بعد اون یکی میره با دو سه نفر دیگه میگه آره کشیش حمید کلیه هاش از کار افتاده، بردنش بیمارستان، از این دستگاه های چیز بهش وصل کردن که خون رو دائم عوض میکنه، یه چیزهایی هست، و همچنین سرطان خون گرفته، دکترها گفتن داره میمیره فلان. ای بابا، بابا ما یک کلمه یه روز از یه دوست شخصی خواهش کردیم، پای تلفن احوالپرسی میکردیم، خب مورد اعتماد من بود و میدونستم حرف منفی نمیزنه و اونم بدون اینکه بخواد به من صدمه بزنه صادقانه، چون خیلی دوست خوبیه، صادقانه تو جلسه دعای کلیسا گفت بیایم برای فلان کس دعا بکنیم. منتها چون بعضی یا از دید بعضی یا من آدم مثلا شناخته شده هستم در بعضی جاها، مردم دوست دارن بگن ما یه چیزایی راجع به این شخص شناخته شده میدونیم که شما نمیدونید. این از اون تقاضای دعا میکنه، به وسیله تقاضای دعا اونای دیگه متوجه میشن، بعد یکیشون فقط میاد توی کلیسا ضمن احوال پرسی چه خبره، آره کشیش حمید سرطان خون گرفته، کلیه‌هاش از کار افتاده و دیگه داره میمیره، میخوان خودش رفته قبرش رو تهیه بکنه و ای بابا.
دیدم اوضاع خیلی داره قاراش میشه. مردم هی تلفن میکردن کشیش چی شده، شنیدیم که سرطان خون گرفتی، شنیدیم کلیات از کار افتاده، ما چی کار میتونیم؟ چیشه؟ از کجا شنیدیم؟ یه روز رفتم توی کلیسا، گفتم تمام این چیزهایی که شنیدین شایع است، هیچ خطری منو تهدید نمیکنه. خداوند شبان من است و آرامش داشتم، میدونستم دست خدا در کاره. تمام شایعات رو از بین، نه احتیاج به دلسوزی کسی، متنفرم از دلسوزی کسی، از ترحم کسی که بخواد از روی دلسوزی به من ترحم بکنه. یعنی باید خیلی پایین باشم که آرزوی چنین چیزی رو، آرزو داشته باشم مردم راجع بگه آخه حیوانی، حیوانی خودتی. من احتیاج به ترحم ندارم، من خدا رو دارم. اومدم خونه مشغول دعا کردن شدم، خدایا اصلا تقاضای دعا هم نمیخوام از کسی بکنم دیگه. ولی بدجوری ورم کردن، دکتر اینو گفته، کلیم اینه، جیگرم اونه، خون اینه، مرض قند. به من نشون، اگر وقت رفتنم رسیده اوکی منو ببر، اگر نه من از این مسئله آزاد بکن. دعا کردم، خیلی دعا کردم. همون روز یا شبش، خاطرم نمیاد روز بود یا شب، خداوند در روح به من نشون داد تمام مشکلات جسمیم و این خطراتی که واقعا وجود داشتن، مشکل خونی، کلیه، جگر، مرض قند و مسائل دیگه. روح القدس به من نشون داد تمام این مسائل از رژیم بسیار چرندیه که در زندگیم داشتم، رژیم غذایی. صبح بلند می شدم بدو بدو یه چیزی، حالا هر چی که حاضر باشه، نون خالی حاضر، نون بخور بدو. حوصله تخم مرغ درست کردن دارم، تخم مرغ بخورم، یا کریم چیز با عسل، اینا شده بود غذای من، یا از این کوکی ها، از این بیسکویت های کوچولو با شیر، شب و روز غذای من اینا بود، کثافت، آشغال، یا از این غذاهای حاضری، همبرگر، چیز برگر تو مکدونالد، نمیدونم اون یکی اسمش چیه، 100 تا از این جاهای به اصطلاح رستوران های سریع هست که با ماشین جلوش باید میسه غذاتو میگیری رد میشی. برای جوان ها ممکنه ضرر نداشته باشه، برای بچه ها آره، شیرینی های این رستوران ها رو میخورن، با اسباب بازی هاش هم بازی میکنن، تمام چربی و نمیدونم هرچی روش میذارن برایشون تو سندویچ با قدرت و اشتیاق میخورن، هیچیشون هم نمیشه. ولی پیرپاتالایی مثل من باید کمی بیشتر مراقب باشن. دعا کردم، وقتی متوجه شدم مشکل از رژیم غذاییمه، بلا فاصله از همون شب رژیمم رو عوض کردم. صبح، ظهر، شب ماهی میخوردم، اونم نه ماهی سرخ شده، ماهی که تو آون درست میشد بدون روغن، بدون کره و چربی و هیچ چیزی، فقط ماهی خالی با کاهو، با سالاد معمولی. سالادم هم توش درسینگ نمیریختم، مایونز و این چیزا قاطیش نمیکردم. درسینگ سالادم فقط شده بود آب لیمو سبز، همین. 5 روز صبح، ظهر، شب ماهی خوردم، صبح، ظهر، شب سالاد خوردم و هیچ کدوم از این غذاهای آشغالی که بیرون رستورانای چی میگن سری و سیر دست نزدم، به هیچ چیزی که امکان داشت کوچکترین صدمه‌ای به من بزنه دست نزدم. در عرض 5 روز ورمم خوابید، این شده بودم این بادکنک، ورمم خوابید. رفتم دوباره بعد از 1 هفته پیش دکترم، گفت مرض خون نمیبینم، نرماله، قند، مرض قند نمیبینم، مشکل خونی هم نداری، کلیاتم خدا رو شکر هر دو داره خوب کار میکنه،
یه مقدار درجه یکشون بالاست. هر کاری تا حالا داری میکنی، هر رژیمی گرفتی ادامه بده، چون داره اثر میکنه. به 20 روز نکشید، به 1 ماه نکشید، کاملا برگشتن به حالت عادی. چرا؟ یه کار دیگه هم کردم برای قلبم که یادم رفته بود بگم. یکی از دوستان، رافی خاچاتوریان، احتمالا میشناسینش، اومد به من توصیه کرد که 30 تا پر پیاز با چی بهم گفت بخورم؟ 30 تا پر پیاز با، یه لحظه گوشی خدمتون باشه، گوشی خدمتون باشه خواهش میکنم، یه 30 تا پر پیاز، 3 تا گوشی خدمتون باشه خواهش میکنم، 30 تا پر سیر با 5 تا لیمو، لیموی سبز، و 1 لیتر آب خوب قاطی کن و روزی 1 شات اینقدر بخور، که اونم 30 روز دوام آورد. اصلا اگر رگای قلبمو نمیدونستم اشکالی دارن یا نه، اگر اشکالی هم بود تمام رگای قلبمو باز کرد. اصلا سیر میدونید فوق‌العاده خاصیت داره. و جالب اینجاست که این مجنونی که درست کرده بودم، مجنون میگن چی میگن، درست کرده بودم از سیر و 1 لیتر آب و لیمو سبز، اونقدر خوشمزه بود و این 30 تا پر اصلا بوی سیر نمیدادن. معجونی که قاطی کردم انقدر خوشمزه بود، به جای روز یه شات همینطوری هر دفعه میرفتم سر یخچال یه نصف لیوان میخوردم. 2 مرتبه هم دوباره درست کردم. بارها شیطان سعی کرد به وسایل مختلف یا منو توی آب غرق بکنه، یا به وسیله قاتل بکشه، یا به وسیله بیماری بکشه. وقتم نرسیده بود. خدا در نتیجه دعا به من حکمت داد که چطوری حتی مجبور نباشم در بیماری زندگی بکنم. یه عده‌ای هستن با بیماری 30 سال، 40 سال، 10 سال همینطوری عادت کردی، مریضیم همینیست که هستی که زندگی میکنی. نه، خدا ما رو به زندگی سالم، فراوانی، شادی و آروم خوانده، نه اینکه دائم در مشکلات مختلف به سر ببریم. از شایعه پردازی جلوگیری بکنین. بعضیا موقعی که فرض بکنید یه دل درد میگیرن، سر درد میگیرن، میخوان برن همه جا اعلام بکنن که آره من مریض شدم، که همه بگن آخه حیوانی. چرا خودتون ندونسته بیماری رو تو دهان مردم قرار میدین که اونا با کلماتشون همینطور این بیماری رو تقویت بکنن، مشکل زناشویی رو تقویت بکنن، مسائل و ناراحتی های کارتون رو تقویت بکنن با کلماتی که به زبان میارن؟ کلام خدا میگه مرگ و حیات در قدرت زبان است. چرا با افرادی درد دل میکنید که میدونید خال زنک هستن و میرن همه جا پر میگن خال زنک؟ حالا عمو زنک هم داریم، عمو چی میگن، عمو مردک باید بگم. اونا مردم خیلی از این کارا میکنن، همه دوست دارن بگن من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونین، بیاین براتون تعریف کنن، به من نگاه کنین، به من توجه بکنین، ببینین چه خبر مهمی دارم. همه از این حالت ها براشون به وجود میاد. بعضی ها خوره کمتر، بعضی ها بیشتر. بعضی ها رو باشون درد دل میکنین، شدن خبرگزاری فاکس تو تمام دنیا، فوراً میخوان اعلام بکنه. بیماری و مشکلات رو در زندگیتون جلال ندید، نام خدا رو جلال بدید. دائم راه نرید بگید چقدر من از این بیماری دارم زجر میکشم به این و اون، بلکه خدا رو شکر بکنید که میدونم مطابق با کتاب مقدس خدای ما خدای شفا دهنده است، خدای ما خدای نجات دهنده است، خدایی که در بیابان به 600 هزار نفر، 2 میلیون اسرائیلی با زن و بچه هاشون 40 سال تو بیابون اینا رو راه برد،
حتی نعلهشون پاره نشد. از صخره براشون آب زمزم، آب چشمه بیرون می آورد. از آسمون براشون گوشت بلدرچین رسون. در بیابون خداست. تو میخوای مشکلاتت رو جلال بدی، به مردم ثابت بکنی چقدر بدبختی؟ وقتی به یه جا مهمونی میری ازت میپرسن حالت چطوره؟ نمیدونم، کمرم دیگه داره میشکنه از درد، پاهام داره اینجوری میشه، گردنم فلانه، سینم فلانه. دائم میشینی میگی چقدر بدبختی، چقدر درد داری، چقدر شوهرت بده، چقدر زنت بده، چقدر بچه‌هات بدن، چقدر بیپولی، چقدر رئیست فلانه. دائم چیزایی رو که نباید مردم بشنون بهشون میگی، به جای اینکه خیلی راحت به زبان بیاری آره از این مسائل برای منم بوده، برای همه هست، ولی خدای من خدای شفا دهنده است، خدای من خدای نجات دهنده است. مرگ و حیات در قدرت زبانه. الان براتون ادامه میدم، به جاهای جالب و حساس الان نزدیک شدیم. گوشی خدمتتون باشه، بفهمید روئر هستید، از کجا تماس میگیرید؟ مرسی عزیز جان، متوجه شدم، متوجه شدم، مرسی عزیزم. نه الان برنامه یک ساعت خورده‌ای داره اجرا میشه، تقصیر از منه و الان درستش میکنم، اما برنامه ضبط شده و درست میشه، نگران نباشید. مرسی. حالا گوش بدید شما. مرگ و حیات در قدرت زبانه. اون کسانی که ممنونم از این خواهر که تماس گرفتن، الان گفتن تصویر قطع، در شروع برنامه مجبور شدم کامپیوتر رو ریسیت بکنم و یادم رفت دکمه آنتن رو بزنم که بره روی ایر پخش بشه، اما خدا رو شکر برنامه ضبط شده و شاید همین بلا فاصله بعد از اینکه تموم میشه دوباره تکرارش رو بذارم یا نیم ساعت بعد. گوش بدید. از راه‌های مختلف شیطان سعی کرد من رو هم بکشه. شیطان سعی کرد منو نگران بکنه. بارها سعی کرد منو از سر کارم اخراج بکنن. به وسیله دو نفر زناکار یا در جاهای مختلف، هر جایی که من میرفتم احساس میکردم یه جوری یه عده‌ای به من چشم دیدن منو ندارن. فرزندان شیطان، چون من میدونم فرزند خدا هستم، فرزندان خدا با هم جنگ و جدال ندارن. فرزندان شیطان چرا؟ بر علیه فرزندان خدا، حتی بین خودشون هم جنگه. اما اتفاقی که برای من افتاد که الان میتونم بعد از این همه سال، از اون موقع که بچه بودم و داشتم تو آب دریا کشته میشدم یا توی استخر، نه کشته میشدم، میمردم، یا توی استخر داشتم میمردم، یا موقعی که منو رو بودن و میخواستن بکشن، یا جاهای دیگه قصد جونم رو کرده بودن، جون سالم به در بردم. حتی از بیماری جون سالم به در بردم، چون مطابق با کلام خدا مشکل رو در زندگیم جلال ندادم. گوش بدید عزیزان، من با خیلی ها صحبت میکنم، عده زیادی با من تماس میگیرن، درد دل میکنن، هیچ اشکالی نداره. میدونید چرا؟ درد دلشون از پیش من جایی نمیره. و اگر یه روز بخوام به عنوان شهادت بگم در زندگی فلان شخص فلان اتفاق افتاد، از اسم مستعار استفاده میکنم، گاهی اوقات از شهر مستعار استفاده میکنم که اون شخص شاید نخواد اسمش جایی برده بشه.
ولی رازشون پیش من میمونه. هیچ وقت نمیام مشکل کسی رو بگم، برم جاهای دیگه جار بزنم، بگم آی مردم ببینین این شخص مثلا مریضه، میخواد شما دلتون براش بسوزه، یا دعا بکنین براش. اگه نمیگه دلتون براش بسوزه، اکثرا میگن ما قصد نداریم فضولی بکنیم، قصد غیبت کردن نداریم، میخوایم همه بدونن جریان چیه که بتونن براش دعا بکنن. اوکی. برگردیم به حزقیال. تا اینجا براتون نشون دادم روز تولد و روز مرگ رو خدا میدونسته از قبل، قبل از آفرینش جهان. و یک نمونه دیگه‌شو الان براتون میخونم. اشعیای نبی میاد پیش حزقیال و بهش میگه خدا منو فرستاده بهت بگم داری میمیری، عمرت تموم شده. و منم میگم که هی معذرت میخوام، بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما عزیزم، از کجا تماس میگیرید؟ بله شما؟ من محوشم، کسی سمیدنی؟ آه بب 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 خواهر محوش گرامی، حالت چطوره دختر خوب؟ خیلی خوب عزیز جان، خیلی خوب، خیلی خوب. ایشون محوش همسر اون شهید شایان کاویانی هستن که سالها پیش به وسیله جمهوری اسلامی کشته شد. به هر حال مردم خبر دارن. حالت چطوره خواهر گرامی؟ همچنین عزیز جان، ممنونم که تماس گرفتی. به یادم اومد که باید کاری برای شما انجام میدادم و دیر شد. مرسی که تماس گرفتید خواهرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. بله، خواهرمون مهوش کاویانی، همسر شایان کاویانی، که خیلی از اونایی که از قبل شایان رو میشناختید، از دوستان نزدیک من بود و متاسفانه کشتنش. با شایان بود، شایان کاویانی که رفتیم با عاشق مسیح مصاحبه کردیم. شایان برای برنامه خودش فیلم برداری کرد، منم برای برنامه خودم، و آوردیم زندگی عاشق مسیح رو اینجا براتون نشون دادیم، بازم نشون میدم. به هر حال خدا رو شکر این تلفن شد و بد نیست یه چیزی هم خدمتون عرض بکنم. این خواهرمون مهوش، همسر شایان کاویانی، خوبه که بهش کمک بشه، کمک مالی. رو راست کوتاه براتون گفتم که اگر کسی کاری از دستش برمیاد انجام بده. یه خانومیه که به هر حال سنی ازشون گذشته، نمیخوام بگم چند سالشونه چون نمیدونم، ولی خب شایان همسن سال من بود، مال عهد عتیق بود. الان اگر زنده بود احتمالاً حدود 67 70 72 سال سن داشت. به هر حال این خواهر احتیاج به کمک داره و از نظر مالی، چون ماشین نداره، رانندگی نمیتونه بکنه، با درآمد خیلی کمی که دولت بهش زندگی میکنه، کمک میکنه، زندگی میکنه، عمراتشو میگذرونه. هر چقدر که از دستون برمیاد تلفنشو میدم، خودتون مستقیم با آدرسش بفرستید، یا اونایی که کارت اعتباری دارید میتونید با من تماس بگیرید، $10، $20، $100، $1000، هر چقدر دلتون میخواد پرداخت بکنید، مستقیم مبلغ رو بدون اینکه سنتی ازش کم بکنم میریزم به حسابشون. همونطوری که الان
یکی دو نفر هستن در ماه مبالغ خیلی جزئی میدن که من عین اونو میذارم به حسابشون. شما مگه میخواهید برای یک بار یا به صورت ماهانه کمکشون بکنید، تلفنشون میدم به خودشون کمک بکنید، یا اینکه با من تماس بگیرید، هدیه‌تون رو که برایشون میخواهید بدید اعلام بکنید و من عین اون رو براشون پرداخت. فقط باید یادم بندازید که این هدیه برای خواهر مهوش، زن شایان. خدا رو شکر خوشحالم که ایشون هم در این ساعت تلفن کرد. با آخرهای برنامه داریم نزدیک میشیم و بذاریم ببینم چند ساعت گذشته. اوکی. 1 ساعت و 20 دقیقه تا اینجا شده. خدا رو شکر. حالا با آخراش داریم میرسیم. قول بهتون دادم، گوش بدین. تا اینجا یاد گرفتیم مطابق با کلام خدا که روز تولد و روز مرگ معین شده است. اینجا خدا اشعیای نبی رو میفرسته خونه پادشاه حزقیا که بهش بگه که کاراتو راست ریس بکن، داری میمیری. ببینید حزقیا چطور عکس العمل نشون میده. در آن روزها حزقیا تا سرحد مرگ بیمار شد. اشعیای نبی پسر آموس نزد او رفت و گفت خداوند میفرماید کارهایت را سر و سامان بده، زیرا تو خواهی مرد و بهبود نخواهی یافت از این بیماری که گرفتی. اینک هم یه خورده ضعیفه، بی خود نیست، ببخشید. آخیش بقیهش رو بخونم. اشعیا میاد به حزقیا میگه که داری میمیری، کاراتو راست ریس بکن، تموم شد، عمرت تموم شد دیگه، تا چند روز دیگه رفتی. آنگاه اشعیا بر میگرده، از حیات خونه، از خونه پادشاه میاد بیرون، کاخ پادشاه میاد بیرون که از حیات رد بشه و بره سوار احتمالاً اولاغش بشه بره خونش. آنگاه حزقیا روی به سوی دیوار نبود، همونطوری که رو تخت بیماری خوابیده و حزقیا رفته بهش گفته داری میمیری، کارات راست ریس بکن. برخلاف بارها من از این مسئله شکایت کردم، به خصوص در ایران و کشورهای شرقی به مریض نمیگن آقا تو داری میمیری، هی میگن نه خبر بد بهش ندیم که مبادا روحیش رو از دست بده. آره وقتی بهش میگی یک لحظه یک ساعت روحیش رو از دست میده، برق ازش میپره، شاید زار زار گریه بکنه، ولی اون لحظه تموم میشه. بعد همه از جمله خودش به فکر علاج میفتن. شاید طرف نخواد اصلا بیشتر از این زندگی بکنه، بخواد وصیت نامه‌شو بنویسه. شاید نه به بعضیا بدی کرده، بخواد طلب بخشش بکنه. شاید بخواد کاراشو راست ریش بکنه. و تو این امتیاز رو ازش میگیری با دروغ گفتن بهش که نه دکترها گفتن خوب میشی، چیزی نیست، حالت خوب میشه. دروغگو. تمام امتیازاتش رو ازش میگیری با این دروغهایی که میگی. به ظاهر میخوای که روحیش رو از دست نده، ولی با افتخار انگار خبرگزاری بین المللی هستی، فوری میری همه جا پر میکنی. آره دکتر گفته شوهرم سرطان داره، بهش چیزی نگین، آن نمیدونه. دکتر گفته بچه‌م فلانه، بهش چیزی نگین. مادرم فلانه، بهش چیزی نگین. همه میدونن جز خود مریض. این کار اشتباهه، گناهه. چرا گناهه؟ چون گفتم ممکنه طرف بخواد زندگیش رو راست و ریس بکنه، چه بسا که ممکنه خودش اونچنون با شدت و با جون و دل دعا بکنه که اصلا خدا شفاش بده. آقا تو گفتی که روز مرگ معلوم شده است، دیگه شفا نداره. خدا بخواد شفا میده، میتونه، خداست. آره روز مرگ تعیین شده است. روز مرگ تعیین شده ای که میگم یعنی خدا میدونسته قبل از آفرینش جهان
شما چه روزی به دنیا میای، در زندگی چه کارهایی میکنی و چه موقعی میمیری. خدا میدونسته، ولی خدا به تو سرطان نداده، خدا قاتل تو خونت نفرستاده که تو رو بکشه. خدا از در کلامش گفته از هر نوع بدی مبراست. آخه آقا تو گفتی که روز مرگمون تعیین شده. آهان، اینجا پیغمبر اشعیای نبی، نبی یعنی پیغمبر، اشعیای نبی رفته پیش پادشاه حزقیاه و بهش میگه که کارهایت رو سر و سامان بده، زیرا تو خواهی مرد و بهبود نخواهی یافت. آنگاه حزقیاه روی به سوی دیوار نمود و چنین دعا کرد. نبی رفته بهش گفته داری میمیری، خدا منو فرستاده به تو بگم تموم شد، زندگی تموم شده، با آخر رسه داری میمیری. ولی حزقیاه نباید بگه که اوکی دیگه پس من بخوابم تا بمیرم. دعا کرد. چجوری دعا کرد؟ الان بهتون میگم. این یکم خیلی شیشش ناجوره، بذاریم یه خورده تمیزش بکنم یکی رو تو براتون بگم چجوری دعا کرد. آخیش حزقیاه دعا کرد. ببینید چجوری دعا کرد. نرفت پیش مثلا کلیسا بگه آی مردم بیاین، دکتر به من گفته سرطان گرفتم، تمام کلیسا حلقه بزنن دور من، تمام کلیسا به من نگاه بکنین و همه برای من دعا کنین، همه اسم منو ببرین که من احساس مهمی بکنم، دکتر گفته من مریضم. حالا در بین اون کسانی که حلقه زدن براش دعا بکنن ممکنه زناکار باشه، دروغگو باشه، مسیحی واقعی باشه، انواع و اقسام آدم ها ممکنه باشن. با کی داری دعا میکنی؟ آنگاه اینجا رو گوش بده، عاشق این قسمت هم گوش بده. بعد از اینکه نبی بهش گفت داری میبیری، خدا منو فرستاده بهت بگم داری میمیری، آنگاه حزقیاه روی به سوی دیوار نمود و چنین دعا کرد: اکنون ای خداوند من به تو التماس میکنم، به یاد آور که من چگونه با وفاداری و با تمام قلبم در برابر تو گام برداشتم و آنچرا در نظر تو نیک بود انجام دادم. حزقیاه به تلخی گریست. خدا بهش گفت داری میمیری، تموم شد. اشعیا نبی بوده، نبی هم وقتی حرف میزنه یعنی از جانب خدا، خدا داره حرف میزنه. خدا بهش گفت داری میمیری. اشعیا اومد پیام و داد و از خونه پادشاه رفت بیرون. حزقیاه روشو همونطوری که تو تخت بیماری خوابیده بود روشو میکنه به سمت دیوار و زار زار گریه کردن، خدایا به یاد بیار چطور من برای تو زندگی کردم، چه کار کردم، چه کار نکردم. حالا یه نفر ممکنه که به جای اون کارهای خوب گناه هم کرده باشه، وقتی میفهمه داره میمیره میتونه با تمام وجود خودش دعا بکنه، با اون کسانی که بهش اطمینان داره دعا بکنه. خدا قادره. در مواقع به خصوصی همونطوری که در کلامش گفته هر کاری بخوام میکنم، به هر کس بخوام میدم، از هر کس بخوام میگیرم، من خدا، ما اینی، میتونه به تعداد روزهای حتی اون کسی که قراره در موقع به خصوصی بمیره، اگر خدا بخواد شخص مدتی بیشتر اضافه زندگی بکنه بهش اضافه میکنه، زنده نگرش میداره. یه بار دیگه دعای حزقیاه رو براتون میخونم، خوب گوش بدین. آنگاه حزقیاه روی به سوی دیوار نمود و چنین دعا کرد:
اکنون ای خداوند به تو التماس می کنم، به یاد آور که من چگونه با وفاداری و با تمام قلبم در برابر تو گام برداشتم و آنچه را در نظر تو نیک بود انجام دادم. حزقیا به تلخی گریست. قبل از اینکه اشعیا از حیات میانی کاخ خارج شود، کلام خداوند دوباره بر او آمد. نبی اومد خبر مرگ پادشاه رو بهش داد که داری همین روزا میمیری، خداحافظی کرد، از کاخ خارج شد، از حیات، از اون صحنه کاخ داره خارج میشه. خدا دوباره به اشعیا الهام میکنه، پیام میده، برگرد به حزقیا این رو بگو. ببینید خدا چی گفت بعد از اینکه دعای عاجزانه حزقیا رو شنید. قبل از اینکه اشعیا از حیات میانی کاخ خارج شود، کلام خداوند بر او آمد، بازگرد و به حزقیا رهبر قوم من بگو، خداوند خدای جدت داوود چنین می فرماید: من دعای تو را شنیدم و اشکهای تو را دیدم، من تو را شفا خواهم داد. در روز سوم برخیز و به معبد بزرگ برو، من 15 سال به عمر تو می افزایم. خدا چقدر خدای ما باحاله، چقدر قدرت داره. ببینید بعضیا وقتی خبر مرگ رو میشنون، آزمایش دکتر رو میبینن، نتیجه آزمایش ها رو میبینن، به اخبار بد رو میشنون، اون یکی میگه سرطان داری، اون یکی میگه نه مرض قند داری، مرض خون داری، سرطان خون داری، هزار مرض روش میارن، یا نه اصلا دولت قصد جون تو کرده میخواد بیاد بگیرن بکشنت، یا اینکه اصلا تو زندانی و میخوان بکشنت، یا مثل این مرد یک پادشاه هستی، اما پادشاهی فروتن که به خدا و به دعا ایمان داره. خدا قبل از اینکه اشعیا از کاخ حزقیا خارج بشه بهش میگه برگرد و به حزقیا بگو خدا صدای تو رو شنید، گریه تو رو دید، تو رو شفا میده، در روز سوم سر پات بلند میشی، حالت خوب میشه و 15 سال خدا به زندگی، امروز قرار بمیری ولی خدا 15 سال به زندگیت اضافه کرد. آقا در کدوم آیه نوشته مرگ و زندگی دست خداست؟ گوش بدین، من 15 سال به عمر تو می افزایم، من تو را و این شهر را از دست امپراتور آشور رهایی می بخشم و من به خاطر خودم و خدمتگزارم داوود از این شهر دفاع خواهم کرد. اشعیا گفت خمیری از انجیر بیاورید و روی دمل او بگذارید تا خوب شود. حزقیا پادشاه از اشعیا پرسید نشانه شفای من از طرف خدا چیست؟ تا حالا پیش اومده براتون دعا کردین ولی نمیدونین خدا شف، خدا جواب داده یا نه؟ دعا کردین خدا شغلتون رو برگردونه بهتون ولی نمیدونین خدا این کار میکنه یا نه؟ دعا کردین که، یا نمیدونین چجوری میخواد این کارو بکنه، دعا کردین همسرتون بهتون برگرده و آرامش هم دریافت کردین، اعضای کلیسا هم اونایی که واقعا نبی هستن براتون نبوت کردن، ولی هنوز شیطان سعی میکنه روح شک و تردید رو به شما بیاره و شما هنوز داری فکر میکنی آخه چجوری ممکنه زن من اون مرد ثروتمند رو ول کنه برگرده طرف من، چطور ممکنه شوهر من اون دختر مکش مرگ ما رو ول کنه برگرده طرف من؟ تو دعا بکن، ایمان داشته باش
و برای دیگران به عنوان بدبخت بودن خودت رو معرفی نکن. به این و اون زنگ نزن. وای خدای بیان تو رو خدا همه شهر رو جمع کنیم بیان ببینن من چقدر بدبختم. آخه چرا مردم نمیبینن من چقدر خاک بر سرم؟ چرا مردم نمیبینن من چقدر مثلا بی پولم؟ چرا مردم نمیبینن من چقدر مریضم؟ چرا مردم نمیبینن بچه های من چقدر منو اذیت؟ چرا مردم نمیبینن پدر مادرم چقدر منو اذیت؟ سلمه به دعای تو جواب داده نمیشه، چون از انسان انتظار ترحم داری، میخوای خودتو برای انسان لوس بکنی، میخوای توجه انسان رو جلب بکنی نه توجه خدا رو. منم جای خدا باشم به دعا جواب دادنه، خیلی هم حالم گرفته میشه، دیگه هم برات دعا نمیکنم. شوخی میکنم. چرا دعا میکنم؟ به محض اینکه خودتو درست کنی برات دعا میکنم. حالا گوش بده. حالا حزقیا انقدر خوشحال شده که خدا گریه و زاری و دعا، یه جمله دعا کرد، یک جمله دعا کرد، خدایا منو به یاد بیار، همین. و واقعا گریست، اشک ریخت. خدا شنید صداشو، گریهش رو دید. حزقیا از اشعیا پرسید نشانه شفای من از طرف خداوند چیست؟ حالا اینقدر خوشحال شده میگه یه نشونه از خدا بخوای، یه نشونه به من بده که من شفا پیدا کردم دیگه، من بلنشم بدوم. اشعیا پاسخ داد نشانه شفای من از طرف خداوند چیست و من چگونه بعد از 3 روز به معبد برمیگردم؟ اینقدر بدبخت مریض و ضعیف شده بود از تخت میتونست بلند شه، چجوری میخواد برگره بره معبد؟ خدا بهش گفته روز 3 مالت خوب میشه میره به معبد. اشعیا پاسخ داد خداوند به تو نشانه خواهد داد تا به تو ثابت شود که او به وعده خود عمل میکند. حالا میخواهی که سایه روی پله ها 10 پله جلوتر برود یا به عقب؟ حالا این جریانش خیلی جالبه. فرض بکنین من چی رو براتون مثال بزنم. ساعت های زمان قدیم، یادت مثلا 1000 سال پیش ساعت مردم دستشون نمیکه، یا دیواراشون ساعت نداشت. امروز دیگه رو سلفانشون هم ساعت داره، اون موقع سلفون هم نبود. فکر کنین مردم چجوری میفهمیدن ساعت چنده؟ اگه یه چوب بلند داشتم الان نشون میدادم اینجا، ولی حالا فرض بکنید از یه خودکار استفاده میکنم، یه چوبی میذاشتن روی زمین به صورت عمودی اینجوری و به وسیله حرکت خورشید سایه‌ای که روی این چوب از طریق این چوب روی زمین میافتاد، موقعی که خورشید به این چوب میتابید سایه ایجاد میکرد. و همینطوری که زمین حرکت میکنه دور و بر خورشید داره میگرده، این سایه حرکت میکرد. چوب حرکت نمیکرد، سایه چوب حرکت میکرد به اندازه 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت و غیره. به این صورت بود که وقتی عیسی مصلوب شد تمام صبح تا بعد از ظهر، ساعت 3 بعد از ظهر در انجیل نوشته، کشته شد. یا در داستان‌های دیگه که در کتاب‌های قدیمی می‌خونید به این صورت از ساعت استفاده می‌کردن. اون ساعت مچی اون موقع نبود. حالا ضمن این که ساعت به اون شکل بود، مردم از سایه به عنوان وقت استفاده می‌کردن، سایه خونه‌شون، سایه آدم، سایه مثل اینجا سایه پله‌ها. اشعیا میگه نشونه میخوای این باشه که این سایه 10 درجه به جلو بره؟ حزقیا میگه خب سایه که به هر حال جلو میره، شاید من متوجه ساعت نشم، ولی از خدا بخواد به عنوان نشونه این سایه 10 درجه به عقب بره، یعنی ساعتتون به جای اینکه به جلو بره از عقب برگرده. شما ایمان رو ببینید که جرأت میکنه از خدا چه نشونه‌ای بطلبه.
گوش بدیم. اشعیا پاسخ داد: خداوند به تو نشانه ای خواهد داد و به تو ثابت که به تو ثابت شود او به وعده خود وفا می کند. حالا می خواهی که سایه روی پله ها 10 پله جلو برود یا به عقب؟ حزقیا گفت: این آسان است که سایه را 10 پله جلو ببریم، آن را 10 پله به عقب ببریم. ساعت برعکس بچرخه، سایه برعکس بچرخه. اشعیا نزد خداوند دعا کرد و خداوند سایه را 10 پله از روی پله هایی که آخاز پادشاه ساخته بود به عقب برگرداند. خداست. بله، شخص قرار بود بمیره. در سرنوشتش بود که در چنین روزی میمیره. قبل از آفرینش جهان خداوند تعیین کرده بود در این روز این شخص میمیره. بله، خدا خوشش اومد از حزقیا در اون لحظه، صداش رو شنید و 15 سال به زندگیش اضافه کرد. خداست. خدای ما اینه، قادر مطلق. حالا کدوم اینکو استفاده میکردم؟ اوچ. اوکی، بذارین اینو براتون بگم، چون البته میدونم خیلی ها الان ملحق شدن. تکرار برنامه رو تا نیم ساعت دیگه براتون میذارم، گوش بدین. به خدا شک نداشته باش. امیدت رو از روی انسان بردار، امیدت رو از روی کشیش بردار. کشیش هم آدمه، کشیش هم جزء انسان هاست. وقتی خدا در کلامش گفته ملعون است کسی که بر انسان توکل کند، شامل اینم میشه که بر حمید بخواد توکل بکنه یا بر پاپ اعظم توکل بکنه یا بر هر کسی دیگه ای. هممون انسانی. امید تو در دعا باید خدا باشه و گمان نکن که خود به خود درست میشه. باید بطلبی تا به شما داده شود. عیسی مسیح فرمود: بجویید تا بیابید، بخواهید تا به شما داده شود، بکوبید تا در به رویتان باز شود. نگفت همینطوری دراز بکشین و بذارین روز و شب بگذره، خود به خود هرچی بخواد بشه میشه دیگه. هرچی بخواد بشه میشه. تو کردی، تو اونطوری کردی که شد. خواست خدا نبود، تو بودی که تصمیم گرفتی غیر مستقیم خدا رو آزمایش بکنی. خب خدا منو دوست داره دیگه، همینطوری چیکاری نمیکنم ببینم چی میشه دیگه. خب من که مسیحی شدم دیگه، مثل یه خانومی که اومد رو خط برنامه زنده در تلویزیون پارس به من تلفن کرد، گفت آقا یعنی چی آدم دعا بکنه؟ مگه خدا نمیدونه که انسان چه احتیاجی داره؟ مگه شما نمیدونی خدا از همه چی باخبره؟ آها، خب چرا خدا خودش به آدم نمیده؟ خیلی پر رو بود. بهش گفتم درست مثل این میمونه که شما بری سر کاره بگی یعنی چی باید کار بکنم؟ مگه سر 2 هفته نباید چکمو بدی؟ سر ماه مگه نباید حقوقمو بدی دیگه؟ یعنی چی کار بکنم؟ میری
با این و اون صحبت بکنی، میری میخوای بری مثلا خواستگاری، میری خونه یه طرف، بابا میگه خب چرا من باید دخترم رو به تو بدم؟ تو میگی یعنی چی چرا بدم؟ و به تو دیگه همینیست که هست دیگه، نمیخوای نده، اونم نمیده، تو برو بیرون. باید خواسته خودتون رو به زبون بیارید. مرگ و زندگی در قدرت زبان توست و اگر نتونی زبانت رو کنترل بکنی، اگر بخوای دائم به قدرت خودت متکی باشی، اگر بخوای دائم احساس بکنی مثل خانم کلینتون، امیدوارم طرفداراش ناراحت نشدن، خانم کلینتون کاری نکرد که بخواد رئیس جمهور بشه، حق خودش میدونست رئیس جمهور بشه، میگفت نوبت منه دیگه، شوهرم رئیس جمهور بوده، اطرافیام رفقام رئیس جمهور، از اوبامام که دفاع کرده، الان نوبت منه دیگه. از هر کدوم از طرفداراش میپرسم خانم کلینتون چه کاری کرد در این 30 سالی که در دنیای سیاست بود، هنوز یک کدوم نتونستن برای من یکی از کارهای خانم کلینتون رو بگن که به درد این مملکت میخورد. برای چی بشه رئیس جمهور؟ مردم دیدن چه گندی به مملکت زده شده، رای دادن. یا در ایران خودمون، در ایران خودمون مردم اشتباه کردن. شاه آدم کاملی نبود، ضعف‌های خودش رو داشت، مثل هر رهبر کشور دیگه ای. تمام رهبران کشوران دنیا آدمن. اگر نمیدونستین، خبرگزاری حمیدالپرس الان براتون اعلام کرد پادشاهان و رؤسای جمهوری دنیا همه آدمن. گوش بده عزیزم، مردم اشتباه کردن و انقلاب در ایران به وجود اومد، این بلا به سر ایران اومد، این نکبت وارد ایران شد. درسته خیلی ها مثل من زجه زدن، گریه کردن، ناراحت شدن که چرا باید مملکتمون به این روز بیفته، به یک عده بهتر میدونید شما بیان و رهبری مملکت رو به عهده بگیرن که فقط خرافات رو در مردم تقویت بکنن و بس، و بعد جیب خودشون رو با اون خرافات پر بکنن. حالا الان شما برین جار بزنین که نه آقا، مگه اینا رو میشه از سر کار برداشت؟ شما نمیدونی اینا چه قدرتی دارن؟ ها اوکی، من احتیاج ندارم بدونم اونا چه قدرتی دارن، من میدونم خدا چه قدرتی داره، من به قدرت خدا متکی هستم، نه به قدرت یه دعاخون یا اون یکی آقای پوتین یا کسان دیگه، کاری به اونا ندارم. من گوش بده، بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، بکوبید تا در به روی شما باز شود. باید از خدا بخوای، همینجوری انتظار نداشته باش بیان بزنن در خونت. باید دعا بکنی، باید بدونی خودت در زندگی چی میخوای، و به تو اطمینان میدم اون چه که در زندگی بخوای و ارادش رو بکنی میتونی به دست بیاری، ولی باید براش کار بکنی. حالا بعضیا میرن کار جسمی میکنن که هیچ اشکالی هم نداره، خوبه، ولی اونایی که عاقل هستن زمین که کار جسمانی میکنن دعا هم میکنن که خدای قادر مطلق راه رو براشون باز بکنه، بهشون نشون بده که چطور به مقصد برسن. کاری نیست که تو نتونی در زندگیت انجام بدی، مشکل تا امروز این بوده، زبان تو، زبان منفی باف تو، زبان غیبتگوی تو، زبان در بعضی موارد متاسفانه متقلب یا ریاکار. بیا به طرف خدا،
خدا قادره. همونطوری که هستی تو رو بپذیره و تو رو بسازه، دوباره از نو بنا بکنه. ولی اول باید بشکنی در برابر خدا. تا موقعی که نشکنی طعم خوشی رو نخواهی چشید. ولی وقتی خودت رو فروتن بکنی، قبل از اینکه بشکنی احتیاج به شکستن دیگه نداری. تنها چیزی که میخوای فروتنیه. خودت رو فروتن بکن، به طرف خدا بیا و با فروتنی ازش بطلب خداوندا به کمک تو احتیاج دارم. و چقدر شیرینه، چقدر زیباست، چقدر خداپسنده که کسی به طرف خدا بیاد. نه فقط اونایی که گرفتاری دارن، اونا که همیشه میان به طرف خدا. چقدر زیباست اون کسی که فکر میکنه هیچ مشکلی در زندگیش نیست، زن و شوهر به هم وفادارن، یا مجرد برای خودش خوب داره زندگی میکنه، درآمد خوب، تحصیلات خوب، همه چیز سلامت. چقدر زیباست که یک چنین آدمی به طرف خدا بیاد. نمیگم وقتی محتاجان به طرف خدا میان خدا خوشش نمیاد، نه، خیلی هم دوستشون داره. ولی چقدر شیرین تره وقتی یک آدم بی نیاز به طرف خدا میاد و میگه خدایا گناهان منم ببخش، اسم منو در دفتر حیات بنویس و منو عازم پادشاهی خودت بکن، تو این دنیا منو حفظ بفرما، ثروتم رو، زندگی زناشوییم رو، فرزندانم رو، هر چیزی که مورد نظرت هست. ولی از خدا بطلب که روحت رو نجات بده. فرشته های خدا دور تا دورت رو میگیرن و تو رو از هر بلایی به دور نگه میدارن. براتون در این برنامه تعریف کردم چندین بار قرار بود من کشته بشم یا بمیرم، ولی خدا منو نگه داشت، خدا حفظم کرد. به هر حال عزیزان، پایان برنامه رسیده بالاخره. ولی در این تقریبا دو ساعتی که با شما بودم، حیفه بدون اینکه دعای توبه و نجات رو براتون بخونم سرود آخر برنامه رو پخش کنم. از شما دعوت میکنم اگر دلتون میخواد به گناهانتون اعتراف بکنید، در هر شرایطی هستید، همونطوری گفتم مجبور نیستید حتما بدبخت باشید، تو سری خورده باشید، همه چیزتون رو از دست داده باشید تا به طرف خدا بیایید. مجبور نیستید اگر حتی فاحشه هستی، یک ساعت پیش خود فروشی کردی، فکر نکن اول باید بری اورشلیم به زیارت تا از گناهانت پاک بشی بعد بیای طرف خدا. نه، همون جوری که هستی الان بیا، چه نیازمند و محتاج یا اونایی که احتیاج به شفا دارن، احتیاج به اقامت دارن، احتیاج به شغل دارن، احتیاج به پول دارن، چه اون کسی که به هیچ چیزی احتیاج نداره ولی فقط میخواد با خدا زندگی بکنه و بعد از مرگش وارد بهشت، پادشاهی خدا بشه. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر شما تونستی چنین آیه‌ای رو در هر کتابی به من نشون بدی، اون موقع میتونی بگی کتاب ما بهتره. حتی من نگفتم کتاب ما بهتره، من فقط گفتم من یکی از آیه های عیسی رو گفتم. تفاوت عیسی در اینجاست که با معجزات خودش از کلامش پشتیبانی میکنه، مثل بقیه نعمت یه حرفایی رو بزنه و بمیره و بره. نه، عیسی زنده است. و گوش به دعیزم، اگر الان آماده هستی گناهانت بخشیده بشه، تمام گناهانی که در زندگیت کردی، هر گناهی که کردی، اگر میخوای الان بخشیده بشه، کلام خدا میگه هر گناه قابل بخشش غیر از اهانت به روح القدس. بنابراین اگر آماده ای الان از گناهانت پاک بشی و رسماً خودت رو مسیحی اعلام بکنی،
این دعای ساده رو بعد از من تکرار بکن. به وسیله این دعا تو نه تنها به گناهانت اعتراف میکنی، بلکه به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان میاری، به کلامش ایمان میاری و در اولین فرصت تعمید میگیری. نجات رو شما بلا فاصله احساس خواهید کرد اگر همین الان این دعا رو بعد از من با نیت پاک، بدون ترس از بغل دستیتون، بدون رودرواسی از بغل دستیتون، حتی اگر همین الان از تخت زنا پایین اومدی، این دعا رو بعد از من تکرار بکن تا زندگی و آخرتت نجات پیدا بکنه. بگو ای خداوند، میدونم که گناهکارم. در این لحظه به تمام گناهان خودم اعتراف میکنم، چه اونهایی که دانسته یا ندانسته مرتکب شدم. بگیر ای عیسی، من ایمان دارم مطابق با کلامت که تو برای گناهان من روی صلیب جان دادی و در روز سوم با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومدی، به قلب من وارد شو، گناهان منو ببخش و کنترل و رهبری زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. تو رو شکر میکنم ای خداوند و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. اگر این دعای ساده را عزیزم بعد از من تکرار کردی، مطابق با انجیل ایمان داشته باش، بدون حدس نزن، مطابق با انجیل بدون، فرشته های خدا برای نجات تو یک نفر در آسمان دارن شادی میکنن. اسم تو در دفتر حیات نوشته شده در بهشت، تمام گناهانت بخشیده شده و از این لحظه به بعد مثل یک نوزاد دوباره متولد شدی بدون گناه. از این لحظه به بعد با خدا قدم بردار، تو رو هدایت میکنه. اگر احتیاج به انجیل دارید با من تماس بگیرید و همچنین اگر دلتون میخواد از این تلویزیون، از این برنامه ها پشتیبانی بکنید، میتونید. آدرس من زیر صفحه است، همیاری خودتون رو میتونید با آدرس زیر صفحه بفرستید. اگر تقاضای دعایی هم دارید ضمیمه بکنید، یا اگر کارت اعتباری دارید، ویزا، مستر کارت، امریکن اکسپرس یا دیسکاور، بعد از برنامه میتونید تماس بگیرید با ما همیاری بکنید. کارهای بزرگی به زودی در پیش داریم، مخارج بالاست و بالاترم خیلی بالاتر خواهد رفت. و یا میتونید از طریق وبسایت من kashishhamid.com وارد صفحه پیپل بشید و از اون طریق همیاریتون رو اعلام بفرمایید. از توجهی که به این برنامه کردید عزیزان صمیمانه سپاسگزارم و شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپرم. فقط باید یک چیز دیگه اعلام بکنم، اون عزیزانی که برنامه زنده رو تماشا کردید که حدود یک ساعت و نیم تلویزیون قطع بود، برنامه داشت پخش، یعنی برنامه داشت ضبط میشد، با وجود اینکه پخش نمیشد داشت ضبط میشد. و اونایی که تکرار رو میبینید از اول تا آخرش راحت خواهید دید، ولی برای اون کسانی که برنامه زنده رو نصفش رو، نصف بیشترش رو نتونستن ببینن، حدود تقریبا نیم ساعت و یک ساعت دیگه این برنامه رو تکرار میکنم. از توجهی که به این برنامه کردید سپاسگزارم. خدا دوستتون داره و از نفس شما به شما نزدیکتره. باهاش قدم بردارید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.
Sim, sim.